مهدی فتاحپور عضو هیئت مدیره اتحاد جمهوری خواهان ایران از کرم و علیرضا کیانی عضو شبکه فرشگر که از واشنگتن همراه ما هستن خوش آمد میگم به هر دوی شما. اگر این ارتباط برقرار هست من سوال اول رو از آقای فتاحپور بپرسم. آقای فتاحپور خیلی ها میگویند که خمینی خودعه کرد، خیلی ها میگویند که فریب خوردند از او. شما به عنوان کسی که در اون روزها البته روزهای منتهی به انقلاب فکر کنم شما در زندان بودید، اما به دلیل اون افیلیشن و اون به هر حال نزدیک حزبی که دارید، فکر میکنید چه چیزی باعث شد که گروه های سیاسی مؤثر فریب خمینی رو بخورند در اون روزها؟ نه، من با سلام آقای کیانی به شما و همه کسانی که این برنامه رو گوش میدن، من سال 57 اون موقع زندان نبودم و سال 56 من از مرداد 56 آزاد بودم، یک سال قبل. پس بهتر اون تجربه دست اولتون رو به ما بگید که در اون ماهای منتهی به انقلاب چه اتفاقی افتاد، شما خودتون کجا وایساده بودید؟ بله، شما باید یک نکته رو توجه بکنید. امروز در این رابطه خیلی مطرح میشه که جریان‌های سیاسی روشنفکران از آقای خمینی حمایت کردن، با آقای خمینی پیوستن و این توده‌های مردم رو متقاعد کرد که در این مسیر حرکت کنند. این ارزیابی اولا خطاست، به این دلیل که تا زمانی که آقای خمینی در رأس قرار نگرفته بود، بخش از جریانات سیاسی غیر مذهبی، یعنی جریانات مثل ما، حتی مجاهدین، ملیون و دیگران، هیچ کدومشون سمت حمایت از خمینی رو نداشتن. تمام بحثی که شما مطرح میکنین مربوط به دو ماه بعد قبل از انقلابه، یعنی زمانی که قبل از اون از اواسط سال 57 خمینی در رأس قرار گرفته بود و روی خیابونا رو پشت بونا 1 میلیون 2 میلیون آدم الله اکبر میکرد. ولی در مورد ما ببینید، کسانی که در حوالی انقلاب حمایت کردن، هم قسمت اول صحبتتون رو بدم؟ بفرمایید. این دو ماهی که شما دارید راجع به صحبت میکنید آقای فتاحپور، خیلی دو ماه تاثیرگذار و سرنوشت سازی بود. آیا اگر اون گروه های سیاسی نمی پیوستند خمینی میتونست اینجوری دولت تشکیل بده، اینطوری همبستگی سیاسی اعلام بکنه؟ کدوم گروه های سیاسی رو میگید؟ ما دو بخش شما میگید تا قبلش هیچ نقشی نداشتن. دو گروه تقصیر نداشتن، داشتن سیاست خودشون رو، نگفتم من تقصیر نداشتن. من معتقدم تمام جریانات سیاسی ایران و در رأس اون حکومت و بعد اپوزیسیون تقصیر داشتن، خطاهای بزرگی صورت گرفته در سالهای اون. ولی کن راجب موضوع معین، خمینی در رأس انقلاب قرار گرفت، 2 میلیون آدم دنبالش بودند. سوالی که شما میکنین مربوط به دوره‌ایه که این اتفاق افتاده. در اون دوره‌ای که این اتفاق افتاده، یعنی 1 ماه قبل از انقلاب، بخشی از نیروهای سیاسی که نیروهای مذهبی هستند جزو جریانن، حمایت که نمی‌کنن، جزوی از جریان، یعنی نهضت آزادی، جریاناتی مثل آقای بنی سعد، مثل آقای قدزاده، اینها پیوستند. در مورد اینها خودشون هر کدوم توضیح دادند که چه دلایلی بوده. برخی از اونها فکر میکردند که، یا به قول شما خودعه خوردن، فکر میکردند که مثلا آقای بنی سعد اینجوری مطرح کردند که فکر نمیکردند این روند رو طی بکنن، اعتماد کردن. برخی از اون اعتماد نداشتن، فکر میکردن از درون بهتر میتونن کار کنن. ولی در مورد نیروهایی که بیرونند، مثلا فدائیان، مثل جریانات چپ، مثل مجاهدین، اینها ما اصلا اعتماد نداشتیم، قبول نداشتیم خمینی رو، ما رهبری خمینی رو اصلا نپذیرفتیم. ما در ماهایی که خمینی در رأس قرار گرفته نسبت به آقای خمینی با احترام برخورد میکنیم، رو در رو نمیشیم، چون فکر میکنیم نابودمون میکنن، 2 میلیون آدم دنبالشن، همه بچه‌ها رو میکشتن اونا، سعی میکنیم رو در رو نشیم ولی انتقاد میکنیم. مثلا فرض در مورد آقای فتاحپور ببخشید، من این بله که میگم یعنی زمان شما تمام شده، چون که یه بخش دو طرف است. اگه اجازه بدید من عذرخواهی میکنم که قطع کردم صحبتتون رو، برمیگردیم به ادامه صحبتتون. آقای کیانی، شما به عنوان یه نسلی که بعد از انقلاب به هر حال بزرگ شدید، نقشی در انقلاب نداشتید، جزو نسل بعدی هستید که خب الان آقای فتاحپور داره ازشون صحبت میکنه، 2 میلیون در قبال جمعیت 30 میلیونی اون موقع ایران. سوالات شما از انقلابیون چیه اصولا و فکر میکنید خمینی چطور تونست آدمها رو فریب بده؟ اون 2 میلیون اصلا کیا بودن؟ چی شد که این جمعیت تونست سرنوشت 10 میلیون ایرانی دیگر رو تحت تاثیر قرار بده؟ ببینید، مسئله اینه که من درود میفرستم به بینندگان و آقای فتاحپور. من فقط یک نکته رو پیشاپیش بگم. دست کم اگر این ادعای آقای فتاحپور رو قبول کنیم که در ماهای پیش از انقلاب مجبور به پذیرش رهبری آقای خمینی شدند، میتونیم ولی این ادعا رو با قاطعیت مطرح کنیم که بلافاصله بعد از در واقع سقوط نظام شاهنشاهی و بنیانگذاری جمهوری اسلامی، از
رفتار و از اقدامات آقای خمینی حمایت کردند. سازمان شریکای فدایی خلق که جناب آقای فتاح‌پور در وقوعشون بودند، به عنوان مثال از اعدام آقای هویدا حمایت کردند و خواهان تداوم کار دادگاه‌های به اصطلاح انقلابی شدن، به اصطلاح دادگاه. البته این مسئله حتی در واقع حتی فرد انقلابی و به نظر من مرتجعی مثل مهدی بازرگان با اعدام هویدا مخالف بود، ولی می‌بینیم که سازمان شریکای فدایی در واقع چنین موضعی می‌گیرن. به هر حال اون چی که مهم هستش اینه که ما در اون لحظه چه موضعی می‌گیریم عملی در قبال اقداماتی که داره صورت می‌گیره به صورت کاملا آشکار. این در واقع این مسئله هستش. در مورد مسئله که شما فرمودید که ما چه انتظاری داریم به اصطلاح از نسل اون نسلی که انقلاب کردن، بله من 1363 به دنیا آمدم، من در قبال این بزرگواران در واقع عملا خب نبودم اصلا. ببینید اونایی که صادق بودند و اشتباه کردن عذرخواهی کردن. من نمونم میارم، داریوش شایگان با این که اساسا آدم پرکتیکالی نبود، فکری بود، در واقع در عرصه فکری حضور داشت، یکی دو سال قبل از فوتش بکنم در واقع گفت نسل ما گند زد. همین عبارت رو خودشون در واقع به کار میارم، من جسد نمیکنم. یا فیلمثل هما ناطق که اتفاقا فکر میکنم خیلی تعلق شدیدی هم به سازمان شریکای فدایی داشت، ولی البته کار اصلیشون تو حوزه آکادمیک و تاریخ بود، اون عبارات در واقع غلیظ رو در باب پشیمانی خودش به کار میبره. یا ویدا حاجبی که زمانی اگر اشتباه نکنم در واقع تعلق سازمانی در واقع داشت به شریکای فدایی، ولی اساسا فرد بسیار برجسته‌ای در چپ، در کمونیسم، در مقیاس جهانی بود، خودش در واقع صراحتا در سالهای آخر عمرش در پاریس میگه ما برای مبارزه با شاه با تجدد ستیزها هم صدا شدیم، و میگه اساسا در واقع اصل بحث ما شاه بود، بحث ما اون موقع آزادی نبود، و میگفت این بحث‌های آزادی و حقوق بشر رو بورژوایی میدونستیم. بحث‌های آقای فتاح‌پور در مورد دموکراسی در اون مناظره ها وجود داره که ایشون چه نگاهی به دموکراسی دارن. البته من یادم هست که بعدن یه مصاحبه خوندم که آقای فتاح‌پور بابت اون نگاهشون به دموکراسی عقب نشینی کرده بودن و گفتن اون نگاه رو دیگه قبول، اون حرفا رو دیگه قبول ندارن. آقای فتاح‌پور عذرخواهی واجبه و اقدامات عملی برای این که در واقع نشون بدن. نمونش محمد نوریزاد هم عذرخواهی کرده، هم اقدامات عملی داره نشون میده برای براندازی رژیمی که خودش کمک کرده بر بیاد. آقای فتاح‌پور پاسخی اگر به صحبت‌های آقای کیانی دارید بفرمایید، اگه نه که من برم سر محور دیگر. ببینید داریم ما بحث تاریخی میکنیم. در بحث تاریخی میخواییم بررسی بکنیم چه شرایطی وجود داشته، چه عواملی تاثیرگذار بوده و چه برخوردی داریم. بحث بررسی موضع تک تک جریانات سیاسی نیست. اگر باشه بحث مفصلی بذارید، هم نقدها و هم نکات مثبت رو بگیم. شما دارین راجع به این سوال میکنید که در ماهای آخر انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ نه، من منظورم در مورد همین بخشای صحبت آقای کیانی بود، اگر نه که من از محور دیگری دارم برنمیگردیم با اون سوال. اون سوال پرسیدم. خواهش میکنم بفرمایید. اصلا آقای کیانی خارج از موضوع بود. بفرمایید. بسیار خوب. ببینید در نه بحث من خارج از موضوع نبود آقای فتاح‌پور. نیومدیم آقای کیانی راجع به بررسی تک تک سازمان ها صحبت بکنیم، راجع به یک موضوع تاریخی که در روزهای بعد از قبل از انقلاب چه اتفاقی افتاد داریم صحبت میکنیم تو 20 دقیقه. در اون زمینه من آمادگی دارم یک جلسه دیگه خانم ثابت اعلام دعوت بکنن، ما بشینیم یک ساعت با هم دیگه بحث بکنیم. بفرمایید. وقت برنامه با 42 دقیقه. آقای کیانی اجازه بدید بگذاریم، در دور بعدی بفرمایید. دروغ‌هایی که خمینی گفت به نظر شما در اون موقع چقدر راستی آزمایی میشد برای پذیرفته شدن؟ شما خودتون اشاره کردید به اینکه 2 میلیون نفر آدم پیرو به این آدم راه افتاده بودن تو خیابون و داشتن شعار میدادن و به هر حال تظاهرات میکردن. تصاویر هم معید این هست که به هر حال جمعیتی در خیابان‌ها بودن. ببینید در سخنرانی 15 اردیبهشت 58 خمینی اعلام میکنه که در 15 خرداد قریب 15000 نفر کشته شدن، در چند ماه اخیر هم 60000 نفر یا بیشتر کشته شدن. بعد دوباره در 20 خرداد 58 میگه که همین اعداد رو تغییر میده و میگه که 15000 نفر در 15 خرداد کشته شدن، از 15 خرداد تا حالا 200000 یا بیشتر کشته دادن. یعنی منظورم اینه که یک جور پروپاگاندای این وسط هست با یک سری دروغ‌هایی برای مردمی که به هر حال میشنیدند ایشون رو در اون موقع،
اعداد و ارقام و اون چیزهایی که به هر حال در خیابان‌ها اتفاق افتاده بود یا درگیری‌هایی که رخ داده بود خیلی بیشتر اعلام می‌کنن. همین ارقام بعداً معلوم شد از در تحقیقات مادیدین باقی که کل کشته‌ها در از سال 41 تا سال 57 3164 نفر بوده. در اون موقع چه کسی در گروه های سیاسی اصلا به خودش ممکن بود زحمت بده راستی آزمایی بکنه حرفایی که اون میگه، یا این چون دروغا به نفع همه بود میپذیرفتند؟ نه، آقای خمینی صحبت هایی که کردن و جریانات روحانیت علاوه بر این در مساجد در تکیه ها حرفای غیر واقعی فراوون زدند، همه در نشریات منعکسه. موضوع بحث اینه که وقتی در سیاست حرفای غیر واقعی زده میشه چه اتفاقی میفته که مردم رو جلب میکنه و مردم توجه نمیکنن. حتی اونایی هم که میدونن بخشای تحصیل کرده جامعه که میفهمیدن این صحبت هایی که مطرح میشه پروپاگانداست و تبلیغات و غیر واقعی است، ممکن بود تودای مردم نفهمند چه اتفاقی افتاد که اینطوری شد. در مورد جریانات سیاسی و روشنفکران مورد ما خودمون رو میگم، ما کاملا میفهمیدیم جریان روحانیت چیه. به هیچ وجه اینجوری نبود که این فریب که مطرح میشه در مورد جریاناتی مثل ما این به این شکل مطرح نبود. به این دلیل که ما در زندان ها بودیم، با روحانیونی که در این سوها راستا بودن هم زندانی بودیم و هم زندگی کرده بودیم، میشناختیم افکارشون رو. ما وضعیت فقط در این حد بگم که ما وقتی لیوان آب میخوردیم اونا لیوان میرفتن میشستن پاک میکردن چون نجس شده، یعنی ما رو نجس میدونستن. در این حد بود رابطهشون با دیگر فکرها، بنابراین ما اونا رو میشناختیم. ولی البته در کنار شما هم کسانی بودند که نزدیک بودن به طیف فکری شما ولی قبول نداشتن. مثلا من از علی کشتکر میبینم مطلبی چاپ شده که به اسم خدعه خمینی و انقلاب، در اونجا مشخصا میگه که روحانیون کسب تصور بر این بود که اونها قصد کسب قدرت قرار نیست بکنن، ما این رو پذیرفته بودیم و همین دلیل ما اشتباه کردیم. دقیقاً ببینید، خدعه ای که شما مطرح کردید اون مسئله راجع به مردمه، ولی نکته ای که در ایران اتفاق افتاد، در ایران نیست، در همه جهان، تجربه ای در مورد یک حکومت اسلامی انقلابی وجود نداره. حکومت اسلامی در جهان وجود داره، در پاکستان، در عربستان، ولی به این شکل نیست. در نتیجه تمام دنیا و من جمله ما تصورشون اینه که یک روحانیتی در یک کشوری که نسبت به کشورهای اسلامی دیگه اقشار مدرن پیشرفته ترن میتونه بیاد حجاب بر سر مردم بکنه، بکشه، قدرت بکنه و بمونه 40 سال نداشتن. ما تصورمون بر این بود که این روندی که داره پیش میره، روحانیت میدونستیم اخشاری که دور و بر آقای خمینی یک طیف بودن، یک مجموعه بودن. آقای طالقانی مثلا یه جور تیپ بود، جنایات مختلفه و اینا که جنایات اصلی بودن یه دیگه‌ای بودن. ما میدونستیم اینها چی هستن، ولی تصور عمومی این بود که اینها نمیتونن یک چنین قدرتی رو اعمال کنن و در صورتی که وقتی مردم توی صحنه باشن امکان رأی‌گیری بشه که در ماه‌های اول هم بود، این دوره موقتی است و امکانات مثبتی برای جامعه باز بود. در این زمین ما اشتباه کرد. ممنونم آقای کیانی، بفرمایید صحبت شما رو بشنویم. من نکته‌ای که گفته بودم این بود که آقای فتاح‌پور تلاش میکنن که یک تفکیک ایجاد کنن بین سازمان چریکای فدای خلق در اون مقطع، اقدامات سازمان در اون مقطع و در واقع آقای خمینی. ببینید وقتی هویدا اعدام شده بود، من یه اشاره گذرا کردم، ولی آقای فتاح‌پور عملاً الان با تو بخش دوم صحبتشون این تلاش رو صورت دادن که بین خودشون و آقای خمینی و اقدامات خمینی و خمینی‌ست تفکیک ایجاد کنن. خب ما هم تاریخ میخونیم و ما این اجازه رو نمیدیم که در واقع به چشم حقیقت خاک پاشیده بشه. شما وقتی هویدا اعدام شد، سازمان چریکای فدای خلق بیانیه داد و دقیقاً اونجا گفته ما برای اثبات جنایات امثال هویدا احتیاج به سند نداریم. اتفاقاً در همون بیانیه خودتون گفتید که من اینجا آوردم که میگه به قول کاملاً مستدل آیت الله خمینی اینها متهم نیستن، اینها مجرم هستن و سازمان چریکای فدای خلق اظهار کمال خرسندی از این اقدام انقلابی رو دارد. خب ما چگونه در واقع میتونیم بین شما، بین سازمان چریکای فدای خلق، منظورم چون شما فقط در اونجا تصمیم گیر نبودید، بین سازمان چریکای فدای خلق و آقای خمینی تفکیک ایجاد کنیم؟ شما اصلا قائل به برگزاری دادگاه منصفانه و عادلانه برای دادگانم برای عبیدا نبودید. ببینید مسئله اینه، من تو یک نکته ای رو هم که توی صحبت شما خانم ثابتی گرامی مطرح شد و جناب فتاح‌پور تایید کردن، این بحث تظاهرات 2 میلیونی بود. نه ببینید، این تظاهرات اساسا 2 میلیون واقعا رفتم به صحبت‌های خود آقای فتاح‌پور بود با نقل قول از ایشون گفتم، ولی به هر حال جمعی
جمعیتی در خیابان رو بوده، بعضی ها میگویند 5-10% جمعیت شرکت داشته در انقلاب. این رو من به استناد صحبت های آقای میلانی میگم که در کتاب شده. نکته مهمه چون میخوان مشروعیت دست و پا کنن برای در واقع اون بهمن شوم، برای اون اقدام ایران ستیزانه. ببینید سیروس آموزگار وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت شاپور بختیار بود. ایشون خودش در یه مصاحبه با آقای لیمونادی میگن با اون امکاناتی که داشتن و محاسباتی که کرده بودن، در بزرگترین تظاهراتی که در تهران صورت گرفت 600 هزار نفر در واقع تو خیابون بودن. و این در واقع من اگه اجازه داشته باشم میخوام یه نکته رو بگم. ببینید این که در واقع ما این رو انقلاب فرودستان بدونیم، فکر کنیم که در واقع مردم در واقع اقشار مختلف، این واقعا فکر کنم که تحریف و آشکار اون اقدام هستش. خود آصف بیات که گرایش‌های چپ‌گرایانه داره کتابی نوشته، در اون کتاب نشون میده با محاسبات آماری که در 88 پیام و نامه در خلال 15 سالی که خمینی تو تبعید بوده فقط ایشون 8 بار به طبقات فرودست اشاره میکنه و بیش از 50 بار جوانان تحصیل کرده امثال آقای فتاپور رو مورد خطاب قرار میده. نمیگم خود شخص آقای فتاپور. ببینید سال 1361 به بحث کشته شده شرکتی، بحث مهمیه، خواهش میکنم بذارید مطرح بشه اینا. سال 1 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یک تحقیقی صورت میگیره درباره موقعیت اجتماعی شهدای انقلاب اسلامی، یعنی سال 61 زیر نظر جمهوری اسلامی. و این در تحقیق اومده که از میون 646 نفری که طی درگیری‌های خیابانی تو تهران از مرداد 56 تا بهمن 57 کشته میشن، فقط 9 نفر یعنی 1% از میون آلونک نشین ها بودن. این تحریفه که بگیم مردم مستضعف پشتیبان، نه، این انقلاب یک انقلاب تهرانی و انقلاب بچه دانشجوها و دانشگاهی‌ها و کمونیست‌ها بود که اساس مال اعمال خودشون بوده. آقای فتاپور 30 ثانیه پاسخ شما رو بشنویم، به اضافه اینکه من اون 200 میلیون شما رو که پرداختم اون موقع به جمعیت ایران هم اشاره کردم که به هر حال 10 میلیون جمعیتش. بفرمایید. آقای کیانی خب تاریخ جوان بودن ولی تاریخ رو نخوندند، در یا تمام تلاش دارن که تاریخ رو توجه نکنن. در انقلاب بهمن نیروی اومد توی صحنه که تظاهراتی کرد که با همه اون ارتش نتونست سرکوبش کنه. این نیرو بود متاسفانه. در مورد سازمان شریکای فدای خلق، سازمان شریکای فدای خلق در مورد اعدام زی غلطی گرفت به دلیل اینکه به شدت عمل معتقد بود، ولی که سازمان شریکای انها سازمانی بود به رفراندوم جمهوری زمان تموم شد. سازمان آقای فتاپور و علیرضا کیانی سازمانی بود که با آن اساس